چی میگی؟ میگم که میخوام با فایل کار بکنم. چرا احتیاج میشه با فایل کار کنم؟ ما چند دقیقه قبل دیدیم برای اینکه دادامون یه جای ذخیره بکنیم یا از یه جای بخونیم که تو هارد باشه، میتونیم از چه استفاده بکنیم؟ از اصطلاحا فایل باید استفاده بکنیم. فایل ها به چند شکل ذخیره سازی میشن. بذاریم من از رو وبسایت بگم که یاد سریع تر باشه. فایل ها به دو شکل، فایل باینری داریم و فایل تکست داریم. فایل ها دو شکل داریم، فایل باینری داریم با فایل چی؟ تکست. فایل تکست که همون حالت دیفالتش هم فایل تکسته، به همون صورت که نوشته میشه به همون صورت هم خونده میشه. فایل باینری فایلی که خونده نوشتنش یه شکل نیستش، مثلا عکس. ما عکس مثلا می نویسیم به صورت عدد نوشته میشه، ولی وقتی مثلا نگاه میکنیم به صورت عکس چیه؟ دیده میشه، یا تصویر، ولی هر چیز. پس معمولا با فایلی که کار میکنم فایل تکسته. دور خود نحوه اداره کردن فایل ها، فایل میتونیم بخونیم، برستانم فایل میتونیم بخونیم، رید میشه. فایل بنویسیم توش، رایت میشه. اپند میشه اضافه کردن به فایل. ایکس هم میشه ساختن فایل میشه. اگه فایل من از نوع رید خوندم، فقط میتونم چیکار بکنم؟ بخونم ازش، قابل نوشتن نیست. اگه من فقط رایت نوشتم، میتونم داخل چیکار بکنم؟ بنویسم. و فایل اگه وجود نداشته باشه میسازتش برام، و اگه وجود داشته باشه قبلی رو پاک میکنه دوباره یکی دیگه میسازه. پس رایت باید خیلی دقت کنه. اگه فایل وجود داشته باشه فایل قبلی چیکار میکنه؟ از بین میبره. اپند چیه؟ اپند شبیه رایته، منطقه اگه فایل وجود داشته باشه قبلی رو از بین نمیبره، به انتهای قبلی اضافه میکنه. توی اپند پس چیکار میکنه؟ به انتهای قبلی چیه؟ اضافه میکنه. ایکس چیه؟ ایکس فایل اگه وجود نداشته باشه فایل میسازه، و اگه وجود داشته باشه خطا میده. دیگه اینجوری نیست فایل قبلی رو از بین میبره، اگه فایل وجود داشته باشه چیکار میکنه؟ خطا میده. اینجا حالت دیفالت همین آر هستش. حالت دیفالت چیه؟ آره. اینجا حالت دیفالت چیه؟ تی هستش. نه یکیشه، نه یکی انتخاب میشه. حالت دیگه ترکیبی هستش که مثلا اینجا نیورده، که مثلا اونا یه کارکتره دیگه می نویسن، ولی این تاسم مثلا آر و ای، مثلا ای بزرگ داریم که چیزی ترکیبیه. خب حالا من این مثلا بیام بنویسم فایل رو باز کن، دمو فایل چکار میکنه؟ من نوعشو که نگفتم، یه نوعش چی میشه؟ میشه تی آر، دیفالتش اینه، درسته؟ خب من میام فایل اینجوری باز میکنم، چی می نویسم؟ اینجا می نویسم اف مساویه اوپن دمو فایل داد چی؟ فایلی که باز میکنم فایلم باید ببندیم آخر سر. فایلی که باز میکنم باید فایل باید ببندیم. حالا دمو فایل کجا میخواد باز بکنه؟ این دمو فایل تو اون پوشه که برنامه ما هستش، پی 5 آندرلاین 1، مثلا خطا میده، میگه دمو فایل وجود نداره. ببینید دمو فایل وجود نداره. چرا؟ چون از چه نوعی بودش؟ از نوع RT بود، درسته؟ حالا من میگم از چه نوعی باشه؟ WT. فایل بساز برای من. بیایم اینجا، از چه نوعیه؟ میبینید هیچ چیزی داخلش ننوشتم. میام چی میگم؟ میام f.write مثلا 1000،
گفته استیار باید. بعد رشته باید داخل این بنویسیم. هزار رو بخوام بنویسم چجوری بنویسم؟ اف میذارم اینجا، عددش هم هزار اینجا مینویسم، الان میبینید هزار رو نوشت، میبینید یا نه؟ اگه خاطرتون باشه ما تو قبلیه چجوری اینو نوشیم؟ اینو آوردیم اینجوری نوشیم. به جای اینکه بنویسم F open بعد کلوزش بکنم چی نوشتم؟ نوشتم with، درسته؟ open in از چی؟ از F، درسته یا نه؟ بعد یه دو نقطه گذاشتم اینجا، بعد اینو تب دادم رفت چلو، دیگه آخرش احتیاج به کلوز نداره. وقتی از اون ویدیو خارج میشه خودش فایلو چیکار میکنه؟ اصطلاحا میبندتش. ببینید هزار رو نوشته. خب حالا من به جای اینکه مثلا دبلیو بذارم A میذارم. فرق A با W چیه؟ A append اصلا. A append یعنی چی؟ به آخرش هزاره. میبینی؟ چرا اینتر نزد؟ چون ما نگفته بودیم که اینتر بزنه. باید بسونیم آقا هر هزاری که نوشه چیکار بکن؟ آره این ننویسیم، این آخرش اینتر نداره، رایت آخرش اینتر نداره. خب الان اینو چند بار اجرا میکنم؟ ببین بعدی رو آورد کجا؟ دیدی؟ آورد خط بعد. خب حالا یه برنامه ساده بنویسیم، یه سری تاس بندازه ها، مثلا 100 تا تاس بندازه، بعد تاس رو داخل این بنویسه. اوکی؟ یعنی هر تاسی که میندازه زمان رو هم بنویسه بغلش. ببینیم تاس رو تو چه زمانی میندازه. هزار تا تاس بندازین، خب هر لحظه تاس میندازه زمان هم بغلش بنویسه. مثل قبلیه. قبلی زمان رو چجوری مینویش؟ موافقین؟ خب چجوری این کار انجام میدم؟ بگیم from date time import چی؟ date time از dt from random import rand range از rd. حالا اینجا اسمش رو میذارم dice، اسمشو چی میذارم؟ دایس. چی میگم؟ میام میگم که اول زمان میگیریم now مساویه dt dot چی؟ now. بعد میگم rd، میگم دایس، دایس مساویه RD 1.7، درسته؟ 1.7. خب می نویسم now، بغلش هم چی می نویسم؟ می نویسم درس. بعدش چی می زنم؟ یه اینتر می زنم. خب حالا اینو چند دفعه اجرا می کنم؟ میگم for i in رنج چی؟ هزار دفعه این کار انجام بده. بیا آی رو هم چاپ بکنه، شماره رو هم بگو، مثلا تاس شماره چنده.
پایم بگو، برای اینکه از صفر شونش از یک شروع بشه میگم از یک تا هزار و چند؟ هزار و یک. اینا رو هم پاک میکنم که سیو هم میکنم که خودزباله داخل فایلمون نباشه. چی شد؟ اسمش دایس بود. دایس بار اول چند اومده؟ دو اومده. زمانه رو دقت کنید. ببینید انقدر چیز بوده، ببینید حتی میکروثانیهش هم چیه، یعنی توی میکروثانیه خاص تا اینجا چند تا تاس انداخته؟ 45 تا رو توی یک لحظه تا انداخته، درسته؟ ببینید یا نه. بعد این زمانمون چند شده؟ هفتاد و شیش، هشتاد و شیش میکرو ثانیه. یعنی اینجا یک میلی ثانیه فرقشه. تو یک میلی ثانیه بعد دوباره انقدر تاس انداخته. هنوز 26، 46. دوباره اینم یک میلی ثانیه. اصلا نذاشته به یه ثانیه بکشه. یعنی مثلا هزار تا تاس که انداخته، اگه بخوام این رو کم بکنیم از هم دیگه، سرعت خیلی بالایی داره. 636 6 2 3 این اولی چنده؟ یعنی یک دهم ثانیه. تو یک دهم ثانیه هزار تا تاس انداخته. تو یک دهم ثانیه هزار تا تاس انداخته و مقدارشو قرار داده اینجا. این از